درود، حرمت، احترام خدمت شما مخاطبین عزیز هزاراوت. امیدواریم هر کجای دنیا که هستین خوب و صحتمند باشین. امروز با یک برنامه و یک پروگرام دیگه در خدمت شما هستیم و یک بانوی زیبا و رویگرم تحصیل کرده رو به شما معرفی میکنیم. بانو آیدا تکین، کاندید انتخابات شهر ساوت گرانویل سیدنی. بسیار خوش آمدین بانوی عزیز، یک معرفی داشته باشیم، سلام علیک با دوستا داشته باشیم و بعد سر وقت سوالات مورد مهربانی. ما آیدا تکین از شهر سیدنی، از دختر رای ازارستان، تقریبا 22 سال میشه که مهاجر کنه، زندگی نم در استرالیا و شهر زیبای سیدنی در خدمت شما هستیم. سلامت و بخیر باشه بانو آیدای عزیز. به خاطر که مخاطبین ما بیشتر با شما آشنا شوند، گویا شما یک سفر داشتین از افغانستان و پاکستان و از پاکستان و سیدنی. چه چالش هایی در این سفر مواجه بوده و یک مقدار از زندگیتون بیشتر بگیم تا بیشتر آشنا شوند. از شما میشنویم. تشکر. ما این تجربه شما قسم گفتین افغانستان، پاکستان و استرالیا ما تقسیم بندیم. افغانستان که همه بلدیم که آزر از قرنها از دچار مشکلات هستن. ما میکز باشنده از وقتی که یاد مایا در صدای بم و راکت کلان شدیم، بلند شدیم بلکه، و تبعیض قومی که وجود داشته هم تجربه کردیم. خوشبختانه یا بدبختانه یک از هزارایی که در کابل بودیم جریان در زمان تحولات و در افشار زندگی میکردیم و از مشکلاتی که قومای افشار سپری کردن و رو هم تجربه کردیم. بعدش از یک جای از یک سبر در یک سبر بدیگه، مثلا کارت 4 کارت 3 بعدش داشتی برچی و چون دیگه چانس نبود فامیل تصمیم گرفتن که بریم پاکستان. در پاکستان هم خود شما خبرین که ماجرا مشکلات های خاص خود بوده، حساب اقتصادی، زبان، حق کاری. ما یاد مانده وقتی افغانستان رسیدیم مادر ما یک گوشواره داشت طلا، فقط اونمو امرای ما مادر بود، یک کمپال، یک کمپال هم که در قندار او دوزی شده و یک جور کالایی که داشتیم. تکسیوان آورد ما را در منطقه هزاره نشینی که مادر ما گفتد ما را مو جایی که هزاره یا میشنه ببورین، آوردد مریابات و از مو تکسی مثل میال یادم می که از تکسی بیرون شدیم و یک دکان پیشوی ما بود و مادر ما از پرسان کرد که امینجا اگان اتاق کرایه است و دکاندار گفت که والا ما این رقم خو معلوم نم شد، تو باید در خانه بوری سخت در ناک کنی دروازه را پرسان کنی اگر اتاق کرایه دارن. دیگه سفر مهاجرت او قسم از اونجا شروع شد، ولی خوشبختانه خیلی زود همه ما دست به دست هم داده کار کردیم. دم امریکا هم وقت رسید که آردر میگرفتی از دکانای لباس فروشی ها و پولی از یک مکتب مهاجرتی بود از طرف ژاپنی ها ما درس بشروع کردیم که صنف 10 و 11 اونجا خواندیم و ما افتخار از اینجا دارم که یک از کاکاهای ما که از حقوقدانای زمان قبلی بود ما گفت هر دفعه ما اولادای آزرا که پسند آمده به خانه از ما میگفت اولادای آزرا که میگیرنم داری سر یک مدوان به آینده ما رو بسیار اذیت مونه. و شبی که ما یک شب متر ششته بودیم ما را درس یاد میداد، درسای خود ما کمک میکرد و گفت چطوره که جان پاکاردیم مکتب باز کنی. و ما باید بگیم که دمو زمان و یک دوتا شاگرد به خاطر پول در خانه هم نشتم و همین شاگرد آخر گفت ببر در مکتب. ما گفت نظر عالی است. بردیم و اولین بار مکتبی کوثر را در کویتا آغاز کردیم که یک از اولین ایژوکیشن سنترهای برای مهاجرین بود. بله تنظیم نسل نو اینا بود اما برای مهاجرین نبود و ماشاءالله خیلی زود رشد کرد، خیلی از دوست شاگرد ما زیادتر داشتیم. ولی تحولات آمد که ما باید دیگه از دیر فشار اقتصادی باید پاکستان ترک میکردیم و کاکای بزرگوار هم خیلی مریض شد، باید پس مرا از خانه خود افغانستان و ما آمدیم استرالیا. استرالیا هم در ظرف یک دو روزش، استرالیا کشوری بسیار فیر و خوب، خودش مفهمین یکی از بهترین کشورهای جهان است از هر نگاه، از حساب حقوق بشر، کاری، درس، تحصیلات، صحت. و ما راهنمایی شدیم به مکتب اینجا، باز مکتب رو خواندیم، بعدش کمتون فاکولته خواندیم و تقریبا از 10-15 ساله که باید سی منیجر در کمپانی کار منم و حالا هم مصروف تحصیلات هستم. ما یک ماستر رو میخوانم و یک شوق نوی که سر زده کاندید برای شورای شهر خود کدوم که دیدش نمی سفر در کجا میرسنه. سلامت باشه بانو عزیز،
به خاطر که بسیار هم شیرین قصه کردیم و هم تحت تاثیر قرار گرفتیم. چه انگیزه باعث شد که نالی در استرالیا شما کاندید بکنین و این انگیزه سیاسی از کجا پیدا شد و فکر میکنین چقدر تفاوت داره با سالهای قبل؟ میشه در مورد از این هم صحبت بکنیم؟ بله، ما پدر ما یک افسر نظامی مسلکی، نه از نمیگم بعد جنرالای یا افسرای فعلی را، اما عسکرای نظامی زمانای دکتر نجیب اینا که خیلی واقعا به صورت رسمی کار میکردن. و اگر باید بگیم پدر من یک از ادارهایی است که خودش هم ریسیسم خیلی زیاد تجربه کرده بود و با آن هم ورزش ریلا نکرد به شکل بلیول استیت پهلوانی تمرین میکرد. اولین سایکلیستی که در افغانستان است و پدر از من که یک مسابقه سایکلینگ از کابل تا مزار بود که پدر من برنده شده بود. و زمانی که نظامی رام جوین کرد خیلی با یک پرینسیپال و دیسپلین بالا بود و تشویق میکرد که حق کس را نخری، خدمت خلق کنی و بعضی پرینسیپال هایی که یک انسانی با شعور داره. و ما با می انگیزه کلان شده بودیم و یکی از می دلایلی که ما انسپایر شدیم امرای پدر و مادر و مو اول مکتب کوثر بود در پاکستان. وقت استرالیا آمدیم هم وقت پدرم یک روز اونار پیش دکتر می بردم گفت که بچه ما این کشور بهترین جای است، مخصوصا می که میگنم دختر ما سیف به کدام مشکلات ایسوس میگرده دل ما جمع که از یاد نمشه شما باید در خدمت کنیم. و امو حرفات زن ما در بکران میگشت آهسته آهسته و اینجا اگر انجمن هم داشتیم در شروع در سال 2008-2009 بر کمیونیتی خود آزرا و دیگه ماجرینی که بودن به حساب درس فارسی انگلیسی و حتی درس های مذهبی کسایی که علاقه داشتن ادامه داشت. و این یک ستپ دیگر بود دیگر مو تجربه ها و تشویق ها و پرینسیپل هایی که والدین بر ما در ذهن ما اینجکت کرده بود باعث از این شد که یک قدم پیشتر بگیری یا نتیجه چی خواهد بود دور خدا بیدانه، ولی تلاش جاری است. پس خانواده باعث شد و بیشتر پدرتان بیانگیزه برای شما دارد. بسیار عالی. چه برنامه هایی را دارین؟ چه اهدافی را دنبال میکنین برای بهبود شهروندان سیدنی و جامعه مهاجرتی، مخصوصا جامعه هزاره که در اطراف شما زندگی میکنن اگر در انتخابات پیروز شدید؟ میشه از اون دریم هایی که در ذهن دارین و برنامه ها برای ما بیشتر بگین؟ دریم از ما مثل که قبل از اینترویو ما شما گپ زدیم بود که آزرا انشالله در هر جایی که هستن در بین جامعه که زندگی انتگریت شون و انوال شون و زندگی از سهولت هایی که در کشور استفاده کنن. و دریم از ما همیه که انشالله قوما را در مقام های خیلی بلند بگرنم و خودم هم کوشش کنم که بتونم یک واسطه شنم در این راه و جیم ها زیاد از دیده شد تا کجا میرسه. بسیار عالی. امی تجربه یا اکسپریان شما تا الان چی بوده بین جامعه هزاره که خودتان از این جامعه برخواستین یا جامعه ای که افغان های دیگه، افغانستانی های دیگه هم در اطراف شما هستن، چقدر تانستن این جامعه به اصطلاح بتانند با برنامه ریزی با جامعه استرالیا و جامعه جهانی یک مقدار نزدیکتر شوند و بتانند بهتر پیش برند و در امو حالتهای سنتی استاد نشوند، حالت استایی نداشته باشند؟ و الان تجربیات زیسته خودتان چه بوده؟ ما خیلی وقت در 15 سال شروع زندگی که در استرالیا داشتیم مصروف درس و سلف دیولپمنت و کار کردن سر خود بودیم. کمکی فکر ما از جامعه آزرگی که در اینجا بود دور بود. ولی دمی 5 سال 6 سال گذشته که ما زیادتر بین قوما دوباره انبال شدیم یا کارمونم، متوجه شدم که یک خوش شکر الحمدلله نفوذ آزرگی زیاد شده بین حال امو بزرگان و مادرها و پدرهای ما که عمر خود وقت کردن و خیلی یک قربانی زیاد دادن که اولادها را از مشکلات ها کشیدن تا اینجا وردن، امونا از جامعه استرالیایی خیلی دیسکانکت هستن. اولادها بله درس میخوانن تا جایی میتونن حل مشکل کنن و کمیونیکیشن داشته باشن، اما والدین ها نه. هر کس نگوشه. من خانم هایی دیدم که به اصطلاح تا حالا بعد سال ها توانایی زیر ندارن که تیکت ترین بگیره تا شهر بره. یعنی محوطه از نه مقدر خورد و کوچک است تا خانه و اولادم که
در بعضی سوشیال ایونتس که مورن اونا در خانه اونا و واقعا قلب مرا میدم نه انشالله که این مشکلات ها حل شنه و خواهش از من یه امید از من یه که قوما بیشتر انتگریت شنن و مو فکرهای غیر لازمی که هست اساستا از بین برن و افراد مفید جامعه اشنن. پیامتان برای جوانایی که یا خانمهایی که بعد از شما هستن و قرار هست از شما الهام بگیرن، چون شما اگر ای کاندید شدن را ببرین و برنده شوین و انشاءالله وقتی نامزد شدین برنده شوین برحال یک لیول بالاتر مارید، و برای کسایی که میخواین جا پای شما بگذارن چه پیامی را دارین برشان و قرار است اونا از شما الهام بگیرن و واقعا میخواین برای قوی تر شدن از اونها چه بگین برشان؟ چی در راه سیاست چی غیر سیاست؟ پیام که نه خواهش است که کوشش کنیم در فیلد که هستیم به نوع احسن شورا اجرا کنیم و یک الگو باشیم به صورت مثبت. چرا در زمان تاریخ وقت ما اینجا که میشنم لکه های یا تومد های بنای ما بسته شده که ما میتونیم با بودن الگوی خوب نظرات جامعه جهانی در باره ازاره تغییر بدیم و کوشش فردی خود از ما هم میه و خواهش ما از دیگر خانم ها و نسل های جوان هم میه که مثبت باشیم و نظرات مردم رو چینج کنیم. یعنی میخدر خورد بله. به نظر شما بزرگترین چالش هایی که تا الان در این مسیر داشتین برحال رسیدین در اینجا چه با جامعه افغانستان و چه مهاجرتی و چه با جامعه استرالیا چیا بودن؟ چالش ها که زیاد بوده هیچ جامعه 100% نیست و اگر بریم پس به تجربه افغانستان مثلا پدرم بیسید بچه آزرد چندین بار مشکلات های خودش کلان شدن کار وظیفه از حساب نظام خشونت ها جنگ هایی که خود ما باید فامیل تجربه کردیم مخصوصا جنگ افشار که یک زخم کلان در روح و روان خود ما است که هیچ اصلا به اصطلاح هیل نمشه یا چیزای دیدیم و شنیدیم اصلا فراموش نشدنی است. مثلا موقعیت رسیده بود چون جنگ افشار از چندین ماه ها و هفته های دامه داشت بود این حال ما گفتن که شاید سقوط کنه و پدرم دیگه وظیفه نمورفت به خاطر از اینکه دفاع فامیل با فامیل باشه اگر یکان حادثه خیلی جدی رخ میده با هم یک جای باشیم. یادم میاد که یک اشتهار پخش شده بود که افشار در 24 ساعت دیگه سقوط مونه، اما این پیش سقوط آخری است و بمباردمان خیلی زیاد بود، راکت ها زیاد بود و پدرم یک شنگ اولی ما یک پسخانه بود کلکین داشت طرف پسخانه که نه یک استوریج باری بود کلکین داشت طرف سرک و امور مثل یک موضع تیار کرده بود چون افسر نظامی بود مهمات در خانه کمتون بود و یادم میاد که مادرم رو میگفت که اگر مشکلاتای پیش بیا و ما خود آخر امین جنگ منو اگر ما کشته شدم میک شور که تو اولادار مکشی و خود خرم مکشی و زنده مو تسلیم نمشی و سبای امروز او روز که خلاص شد اما سبای روز بود خانه ما راکت خورد و همه ما خانه بودیم. ای خیلی بر خود ما بعض وقتا فکر بودم میگم خداوند از ما چی میخوای؟ راکت روبروی از ما خورد تقریبا 6 متر دورتر از ما به غیر کدام گارد یا پروتکشن، یعنی ما پیش کلکیم استاده اون راکت پیش روی خانه ما خورد و خیلی خراش های خیلی خورد ما و خانه ما یک بانه بعدش هم چندین بار راکت خورد و بالاخره که سقوط افشار رخ داد فرار کردیم. مثلا در کارته 4 هم یک از کاکاهای ما آمد که سر رو پر از خون سرش هم نشده بود. سر پدر خود من چندین بار اسسینیشن اتمپت شده که چندین بار خوشبختانه میس کرد اما یک بار زخمی شد. یک بار دیگه سر موتری که فامیل بود فایرینگ شد و مادر ما متاسفانه زخمی شد که او مرمی تا خیلی سالها در شانش بود شد داخل یک حسه حساس بدنش قرار داشت که جای به جای شنه در پاکستان و لخواه سرجری شد. زوی چالش های اگه در مون 13 سالی که ما در افغانستان بودیم هر چند ماه یک حادثه نو مختلف و خیلی خشونتبار را تجربه ما کردیم. باز پاکستان آمدیم کم بهتر بود اما پاکستان هم چالش های خود داشت، کار و زبان و حق درس و اینا، ولی خوشبختانه که او روزا پشت سر گذاشته شد و آمدیم استرالیا و استرالیا یک کشور است که هر چیز خوب رو در اینجا ما تجربه کردیم و او
مشکلات و زخمایی که بود تقریبا حل شد یا مرهم گذاشته شد یا فراموش شد و یک زندگی ماشاءالله خوب و با عفت و با عزت ری دیگه همی خداریه. بسیار عالی. و عنوان آخرین پیام برای مخاطبین و کسانی که قرار هست رای بتن برای شما، امی تاریخ رای گیری چه روزی هست و پیام شما برای از اینها چی هسته که شما را بخواین به عنوان یک کاندید رای بدن برای شما؟ انتخابات اصلی روز 14 سپتامبر شنبه که می آید، ولی الی ووتینگ هم در منطقه از ما شروع شده که امروز روز اول بود بر ما یک روز نتیجه هرچی باشه، ولی بر خود ما یک خیلی مایلستون کلان بود که ما اچیف کردم. باعث یک دختر عزرا، باعث یک کسی که با خیلی فشارهای روحی و فیزیکی که ما پشت سر گذاشتندیم. مثلا امروز اولین بار ما در پول بودم، در ورق انتخاباتی نام خمیدیم، بر ما خیلی جای فخر بود. و بعضی کسا حتی از قومای خیلی نجیب شریف از ما که آمدن، ما گفتن که ما کوشش نام تر پیدا کنم بر سر رای بدیم. و از مردم اهالی منطقه هم از بگراندهای مختلف آمدن و هنشک کردن و گفت که ما امیدوارم تو ببری و ما وعده کنم که بر ما خوب کار کنینا. یا یه خانم سویت افریقایی که بیرون آمدن مستندی کرد کس دیگر نمی نگفت ما بر تو رای دادم، امیدوارم تو ببری. این خیلی احساسات های نو جالبی برای من است که ما خود خوریگان دفعه میگم آفرین و روحیه میده برای ادامه ایزنا. خب پس برین سوال شما، انتخابات اصلی 14 سپتامبر، اما ارلی ووتینگ هم شروع شده، هم یافته آینده هم ادامه داره از منده تا فرایده. و پیام از دوستای قومایی که در منطقه ساوت گرنویل میشنن، قومایی که در ساوت گرنویل نمیشنن مورد دعای خوب یاد داشته باشن، قومایی که در منطقه ساوت گرنویل میشنن مورد از محبت خوب دریغ نکنن. میتونم شو فارسی ساری، من فارسی زبان کم کسوش گرفت بخر از ما دریغ نکنم همه قدر. سلامت باشیم. ما هم برای شما آرزوی موفقیت داریم آیدا جان عزیز و امیدواریم خوش بدرخشی و بتانی برنده شو انتخابات را و انشالله سالهای آینده شما را در پارلمان و در پوزیشن های خیلی بهتر ببینیم. سلامت باشیم. خواهش میکنم و تشکری خاص داریم از شما که وقت دادیم برای ما، افتخار بخشید و در برنامه ما حضور داشتیم. تشکر بانو نوری عزیز. سلامت باشین. یک برنامه خوبی رو داشتیم با بانو آیدا تکین، کاندید شورای شهر از ساوت گراوند شهر سیدنی. تا برنامه و دیدار دیگه، بدرود.